شرکت اوبر تکنولوژی اعلام کرد که در 3 ماهه اول سال جاری 2.9 میلیارد دلار ضرر داده است که شامل کاهش 2.1 میلیارد دلاری در ارزش تخمینی پیش از پرداخت مالیات بر درآمد در این شرکت و برخی از سرمایه گذاری های جنبی آن نیز می شود. اما همزمان این شرکت مستقر در سیلیکون ولی کالیفرنیا اعلام کرد که در بازار کرونا زده نشانه های امید می بیند. زیر مجموعه اوبر ایتس با تحویل غذا در به منازل مشتریان توانسته 14% افزایش درآمد در همین مدت داشته باشد. اوبر به سهامدارانش قول داده بود که بتواند سال 2020 را پس از پرداخت مالیات و بدهی و کسر استهلاک ها با سوددهی به پایان برساند، اما ماه گذشته و با پندمیک کرونا این پیشبینی را پس گرفت. بر پایه آمار ارائه شده از سوی شرکت رفنتیف داده پرداز بازارهای مالی، اوبر در 3 ماه اول سال جاری 3.540 میلیون دلار درآمد کسب کرده است. دارا خسروشاهی مدیرعامل اوبر میگوید که شرکت با رصد بازار کرونا زده فوراً تصمیماتی اتخاذ کرد و افزود که با افزایش تقاضا برای خدمات اوبر ایتس ما به تدریج و با باز شدن مشاغل شاهد رونق خدمات مسافربریمان خواهیم بود. 2/3 درآمد اوبر از طریق حمل و نقل مسافر در آمریکا و کانادا محقق می شود. 2 کشوری که مقامات آن برای کاهش مرگ و میر ناشی از ویروس کرونا مشاغل را تعطیل کرده و به کارمندان اجازه دادن دورکاری کنند.